خوبی؟ چقدر خوشحالم میبینمت نازنین. خوبی هوشنگ؟ چقدر لاغر شدی؟ آه هوشنگ، نمیدونین وقتی نبودی نازنین چه تلاشی میکرد شما رو از حبس بیاره بیرون. قدرشو بدونید. من که همیشه گفتم که زنم یه فرشته است. یعنی یه تیکه جواهر میمونه. ممنون، جواهری از خودته. تو انقدر خوبی که همه رو خوب میبینی. خیلی خوب، بس دیگه بابا، گوشت تنم ریخت. بیا بریم یه چلو کباب بگیریم، دور هم نهار بخوریم. چیو بریم؟ بریم بیرون نهار بخوریم. همینجا یه املتی اینجوری دور هم میخوریم دیگه. بریم مریم؟ من دیگه کجا بیام؟ گفتم بریم یعنی بریم. بله چشم. هی من میگم بیا بریم بیا بریم، هی میگی نمیام. خب چی کار کنم؟ دوست نداشتم تو این گرما بیام بیرون. آقا جون من میخوام. خب حالا که تنها شدم بریم. بریم. آه ببین، نه من سویچ هوشنگ کجا گذاشتم. بریم سویچ. ای وای، حواست کجاست؟ چه میدونم، از پس که غور میزنی. بابا تو چرا نمیذاری من واسه توضیح بدم؟ ای گیر دادی بابا. لازم نکرده توضیح بدی. خجالت نمیکشی تو؟ تو شرم و حیا نداری؟ تو چرا اینجوری با من برخورد میکنی؟ بی تقصیری؟ آخه مردم اینقدر نمک نشناس؟ هوشنگ چرا اینقدر من خون به جگر میکنی؟ بگو خانم وزیر تبار کیه؟ بگو دیگه. نازنین اشتباه شده، من این وسط بی تقصیرم بابا. اول یه ذره سوال کن بعد اینجوری قضاوت میکنی. تو بی تقصیری؟ منو طلاق دادی که بری با اون ازدواج کنی دیگه. بگو. دیوونم کردی. دیوونه بودی. میدونی چیه؟ اون شبی که تو بازداشتگاه بودم بهتر از بهترین لحظه ای بود که تو زندگی با تو بودم. من بیچارم که بود و نبودت برام عذاب بد و خدای شکرت که من از تو طلاق گرفتم. عذابه؟ تو بله؟ اه سلام داود، چرا برگشتین؟ سویچ رو جا گذاشت. دوتایی اومدین چرا؟ بیشو برمشون. نه میخواییم بریم نهار بگیریم. میگم راستی چی میخواییم بگیریم؟ یه چیزی میگیریم. خاک بر سرت که همش تو باید با داد بگی. تربیت خانوادگیه دیگه. دیگه حالا در مورد خانواده‌ام درست حرف بزن. به نظرت اینا فهمیدن؟ من گفتم باید یه کاسه زیر نیم کاسه باشه. بیچاره نازنین، اصلا شما مردا همتون عین همین، خودخواه و یه دنده و مغرور. یعنی چی شما مردا همتون عین همین؟ این قضیه مربوط میشه به هوشنگ و نازنین. بعدش هم تو مردا هوشنگ خیلی ماهه. ببین نازنین چیکار کرده که اون حاضر شده طلاقش بده. هوشنگ خیلی دلش هم بخواد زنی مثل نازنین گیرش اومده. حالا شما نمیخواد از دوست طرفداری بکنی. الان مهم نیست تقصیر هوشنگ یا تقصیر نازنینه. مهم اینه که اینا یه هفته است ما رو گذاشتن سر کار. جلوی ما فیلم بازی کردن، به ما دروغ گفتن. سوارشو بریم. اصلا نمیخوام سوارشم. بهت میگم سوارشو بریم. میخوام پیاده برم، مگه چیه؟ خدا و سلام مریم. سلام. حالت چطور؟ شما خوبی؟ نبینم پکری. نه بابا. خدا و کاری کردم کارسون. بله. بگو چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ عرض میکنم میخوام یه آرشیو 6000 تایی DVD جور کنم. آرشیو؟ حالا چه فرقی میکنه؟ بله. همونی که شما میگی. بله. وقت فیلم خواستی من در خدمتم. چشم، با اجازه. یعنی ببین آقا داوود، من تک خور نیستم. بله. سیم سوسانیه فیلم بهت میدم. خیلی ممنون، با اجازه. فقط خواهشن اهل پیچوندن فیلم ها نباشی. چشم. آرشیو به هم میخوره قربونت. چشم. آره عزیزم، با اجازه. فکر میکنی آقا داوود حالا چند تا جور کردم؟ نمیدونم، مثلا 700-800 تا. نه 6 تای اولشه. ببین میخوام ماه 6 تا به این آرشیف اضافه کنم. بله بله. به نظر شما چند ماه طول میکشه 6000 تا جور شه؟ 1000 ماه. با اجازت. خدا نگهدار. 1000 ماه. سن من قد نمیده که آقا برو. اینو چرا نمیدی بالا؟ من آدم خاطی ام. معلومه. سلامت. چگون در آورده؟ خوب شد حالا فهمیدن. بله خوب شد که فهمیدن. از بس که تو داد میزنی، از بس که عادت داری بلند بلند حرف بزنی. بابا خسته شم، اینقدر داد نزن. خب
پیداست کی داره داد میزنه. آرومتر. به من چه فهمیدن که فهمیدم من داد میزنم یا تو؟ وای وای، تو وقتی عصبی میشی اصلا فکر می‌کنی فقط داری خودت درست میگی. اه اه، مردم بگو فکر می‌کنن چه زن مهربونی دارم، نمیدونن چه خبره. فعلا خدا رو شکر که من دیگه زنت نیستم بدبخت. فقط استرس. اینم چه خامه که آخه اینم شد زندگی تو برای من درست کردی؟ 50 روز تموم بهشون پیله میکنی که اینجا رو تخلیه میکنی که ای تخلیه میکنی، یکی دو ماه هم اصلا راحت و آسوده، بی خیال بی خیال. من نمیفهمم تو چرا تکلیف اینا روشن نمیکنی. چی کارشون کنم خانم؟ چی کارشون کنم؟ کاری از دست تو بر نمیاد، بشین راحت و آسوده دیویدی تو نگاه کن. خب منم که دارم همین کارو میکنم خانم. تیز رو، من با تو شوخی ندارم. هر دفعه من اومدم با تو جدی صحبت بکنم آنی زدیش به شوخی. دفعه آخرت باشه. منم جدی با شما میگم، 1000 دفعه خانم بهشون گفتم، ترتیب اثر دادن، هی میگن امروز فردا، امروز فردا. دست از سرم وردار ساکت جان، الانم برم بگم همه آشکاس هست. خب نتیجه بالاخره چی میشه ها؟ شما اجازه میدید به نتیجه بشینه؟ یه ریز مسلسلوار حرف خودتو میزنی. خب یه خود صبر کن، این بی صاحبم خامه. یعنی شما میفرمایین که میخواد به نتیجه برسه؟ حکایت یاروی که میگفت پدرم اینقدر حرفای خوشگل خوشگل میزد، گفت کسی هم گوش میکرد؟ گفت نه، گفت پس بی خودی حرف میزد. بله؟ یعنی بنده وره زیادی میزنم؟ من که به شما نمیگم که، بابا من اونا رو دارم میگم. بشین راحت و آسوده دیویدی تو نگاه کن. ساکت گیر نده، باز تو کم آوردی، با آرشیو من گیر داد. تیز رو اینقدر آرشیف آرشیف بر من نکنه. میام همه رو جمع میکنم، از این پنجره پرت میکنم تو کوچه. ای؟ خب الان نشونت میدم که چی کار میکنم. سب کن ببین ساکت. خرس مهتبا نمیبارم. داوود پیادشو خودتونو ببر بالا. وظیفه‌شه، پول میگیره، باید این کارو انجام بده. من برم این کارو بکنم؟ نواز کن. وای پیادشو خودتونو ببر بالا دیگه، چیزی ازت کم میشه؟ آره کم میشه. واقعا که خیلی پر روی، همه تون این همین خودخواه و یه دنده. اینو بده بالا. نمیشنوی؟ منو نمیبینی؟ اینو میگم بده بالا. میشم نمیشنوه؟ اینم واسه آدم های بیتربیت نمیبرم بالا. من بیتربیتم؟ دوست دارم بیتربیت باشم، دوست دارم اینجوری حرف بزنم. اینو بده بالا، میخوام ببینم کی میخواد جلو منو بگیره. من. تو؟ آره با آقای ململی اردوی. منو از ململی میترسونی؟ میدونی چیه؟ زنگ بزن اصلا ململی بیاد اینجا. نه اصلا یه کار دیگه میکنی؟ زنگ بزن ببین کجاست، من میرم پیشش. اینو بده بالا. میزنم ها. زنگ بزن. ببین خودت میخوای زنگ میزنم ها. بعدا نگی نگفتی ها. عیبی نداره عزیز من، زنگ بزن. اینو میگم بده بالا صاحب مرده رو. کاسوگوزه ما رو ریخ به هم. تو از فیلم چی حالیته؟ همون بهتر که صبح تا شب تو آشپزخونه باشی، لیاقتت همینه. رابرت دنیرو میدونی کیه؟ نمیدونی کیه دیگه. الان بهش بگن آلپاچینو فکر مونه خوردنیه. والا زن همون برای پختن و جارو کردن و این چیزا خوبه. فیلم گرفتم این قند با آدم صحبت میکنه، ورداش همه رو خط خطش کرد. سلام آقا داود. حال شما؟ سلام مریم خانم، حال شما چطوره؟ میگم آقا داود نشد. چی نشد؟ مثل که قرار نیست این آرشیف ما درست بشه. چرا؟ چرا نداره قربونت برم. این بابایی که این فیلم ها رو به ما داده، نصفش خامه، نصفش هم زیرنویس نداره. بله. شما هم حال روز خوشی ندارین، چیزی شده؟ ببخشید اجازه میدین ما بریم تو؟ من کس جلوتو گرفته؟ خب بیان برین تو. ببخشید من از طرف ایشون از شما عذر میخوام. من خودم زبون دارم، میتونم خودم عذرخواهی بکنم. بیان برین تو، تو کوچه واسه دعوای زن شوهری میکنم. بیان برین تو.
بفرمی. دره میبندم، برو تو اول خود تو زفت رفت کن. با من جهر وست میکنی آقا داوود؟ دارم برا یک حالی ازت بگیرم خودت کیف کن. سلام آیا، سلام. چطوری؟ هیچی. چطه؟ چیزی نیست. بگو ببینم چیزی شده، من دلخوری؟ نه با داوود دعوت شده؟ نه نه چرا؟ نه. بگو. سلام. سلام. خب مریم، بذار ببینم خب چی شده. مریم چی شده؟ هیچی، چیزی نیست. با داوود دعوت شده؟ نه اصلا. عدس من ناراحتی؟ خب بگو چی شده؟ تو چرا به من نگفتی طلاق گرفتی؟ طلاق؟ ما که طلاق نگرفتیم دیوونه. حالا چرا اینقدر ناراحتی؟ نباشم؟ من زن طلاق دادم، تو نباید اینقدر ناراحت باشی. بابا شما ما رو بازی دادین، نمیفهمی؟ مگه ما رفیقاتون نیستیم؟ شما مهمونای ما بودین. غریبه که نیستیم. عزیز من، شما زنگ میزنید میگی نیم ساعت دیگه میام خونتون، من بهت بگم یه ساعت قبلش طلاق گرفتین، شوکه نمیشی؟ چرا؟ خب من برای همین بهت نگفتم دیگه. خب دو روز بعدش میگفتی، سه روز بعدش میگفتی. بابا یه هفته از شما ما رو گذاشتین سر کار. حالا که فهمیدین. بعدش همین که انقدر جلوی مریم قربون صدقه همدیگه رفتین، گوشتای تن منو ریختین که مریم بیاد به من قرب بزنه بگه تو چرا این هوشنگ نیستی. خب اینو قبول دارم، این نامردیه، من از شما معذرت میخوام. همین؟ در. خب دیدی مهر نداره. یعنی طلاق نگرفتی؟ ای بابا عزیز من، مهر کو؟ مهر میبینی؟ یعنی چی یعنی طلاق نگرفتی؟ پس اون حرفایی که من و داوود پشت در شنیدیم چی بود؟ بابا جان، یکی از دوستای هوشنگ داره جدا میشه از زنش، ما داشتیم در مورد اون حرف میزدیم. پس چرا این همه داد میزدیم؟ خب داد؟ ببین این مهر نداره، درسته؟ پس داد اینا رو ول کن، چون ما طلاق نگرفتیم. همین. اینا رو باید طلاق داد. خوب خوبش این نازنین بود که به اینجام رسونده بود. طلاقش دادم راحت، تازه دارم یه نفس راحت میکشم. ها راست میگی؟ آره بابا، از اون موقعی که به تو گفتم و این یه پرنده میمونم اینجوری از قفس آزاد شده، داره میره 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 که خلاصمون بشه. واقعا؟ واقعا به جون جفتمون. آخه یکی نیست به من احمق بگه نونت نبود، آبت نبود، زنگ گرفتنت چی بود؟ به من احمقم همینطور. همینه دیگه، از اون موقعی که طلاقش دادم دیگه اعصابم خورد نمیشه، دیگه کسی نیست به خاطر دو دقیقه دیر اومده منو چارمیخ کنه به دیوار. چه حس خوبیه این حس آزادی. خیلی حس خوب. فقط یه چیزی اذیتم میکنه. چی؟ اینی که فیلم بازی میکردم هی میگفتم نازنین جون، عزیزم، از این مزخرفات دیگه. هوشنگ، منم میخوام طلاق بدم. خیلی وقت این تصمیمو گرفتم، اصلا برای همین اومدیم ایران. اومدیم ایران که طلاقش بدم بمونه پیش پدر مادرش، خودم هم دوباره برم کانادا. اصلا عصبی نشو، بهترین تصمیمو گرفتی. اصلا این چیه؟ این حلقه ازدواج یه طوق بندگی، بندازش بره بابا. الو خاله جان، سلام. خوبید شما؟ من پایینم. آره چیکار کنم؟ زنگو بزنم یا نه؟ آقا قدرت خالی کن. آقا خسرو خوبی؟ کجا میری؟ میرم خونه هوشنگ. رفتی اونجا قربون شکلت، بگو این سند رو برداری بیاره، اگه نه این آدم بده میاد سندش میگیره، چک تو رو میذاره اجرا. باشه چشم. اول حق حساب منو ندیدین، یک دو این آدم بده بدبخت دستمالش خالیه، منم حاضر نیستم به خاطر شما اعتبارم از بین ببرم پیش اون. اه چرا؟ خلاصه بهت گفته باشم، چهار روز دیگه حکم جلب تو آوردن، از چه من نبینی. باشه باشه چشم، اجازه میدین؟ خواهش میکنم. با اجازه. خیالت راحت باشه. حتما. خدافظ. خدافظ قربان.
جانا سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خیلی ممنونم، مرسی. آقا هوشنگ کجا؟ هستم، بفرمایید، امرتون. ببخشید شما؟ من دوستش هستم، دوست، رفیق، صمیمی و همکار خیلی محترمی شما. لطف کنید هوشنگ خان صدا بزنید، دم در کارشون دارم. بله، اگه امری دارید بفرمایید. آقا من با هوشنگ خان کار دارم. چش. خاک کرده خونه رو مسافر جان. خونه. هوشنگ میاد. میاد. بله. بیا یه لحظه. سلام خانم ساکن. آقا هوشنگ، بیا لنگه این درو باز کن، یه کمکی بده اساسو بده تو این بچه. کی؟ پدرام بابا خواهرزادم. خب بگیم بیاد تو زشته؟ وایستاده دم در مواظب اسباب اساسیه شه. کدوم اسباب اساسیه؟ بابا همین اسباب اساسیه که میخواد یه مدت بیاره بذاره این گوشه. خاله؟ جانم بگین یکی دو نفر بیان کمک. الان میفرستم خاله بیاد دنباله. دست در. آره الان میگم بیاد کمکت. خانم ساکت، احترامتون رو نگهداری. چه طرز صحبت با یه خانم محترمه؟ آقا شما دخالت نکنی. ببینید خانم ساکت، به اینجام رسوندید، من فقط با مردتون صحبت میکنم. چی؟ خمش کن، یه خود خمش کن. مواظب باش. آره آره بگیر. باش بگیر. آره بگیر. مواظب باش. مولک مواظب. بیا 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 بیا. بایستو بایستو. چرا؟ مواظب دستت باش. دستت بزنی. بیشو جونم خانومی، قربونت برم. دلابه. الو الو جان، یه لحظه کمک کن قربونه. بگو بعدن زنگ. دیوید بیا دیگه. آنتن داری؟ من یه نفری بیاد. آقا دادیم برو بگی قشنگ. الان خوبه؟ الان خوبه از سنگینه اون نه؟ آره آره تو خوبی؟ مواظب. الان چطور؟ بریم. یک دو سه. خوبی؟ آره آره چطوری؟ سنگینه. داشتم کمک میکردم. دستم دستم باشم. آره داشتم کار میکردم. کار یدی. خوبه خوبه بزنی. عزیزم نمیشه همیشه با فکر کردن پول در آورد که، باید کمی هم کار یدی کرد. آره داشتم به بچه. یه موقع تو خسته نشی شیطون. نه عزیزم با تو نبودم، تو هر چقدر دوست داری خسته شو. باشه خریدم برات میارم. باشه. الو الو چرا آنتن نمیدی؟ الو الو آنتن نمیدی یا الو؟ بیا خود بیا این بر. بیا همینجوری مستقیم. مواظب باش. این صدای چیه؟ چه میدونم بالا تو این خونه داره چی میگذره. هوشنگ. بله. این صدای چیه؟ بابا دلاوره. دلاور. دلاوره. کی دلاوره؟ مواظب باش. بابا این دوستش دلاور از همکاراش، هر وقت میاد خونه ما از این پوشه ها و کارتون ها این چیزا میاره خونه رو به گند میکشه. خاله جون دست درد نکنه، خیلی زحمت کشیدی. سرت درد نکنه خاله جون، این حرفا چی میزنی؟ میگم ایشالله خاله، تو عروسیمون اینا اینجا رفتن دیگه. تو فکر میکنی مادام العمر اینا میخوان اینجا بشینن؟ خب میرن دیگه خاله جون. دست درد نکنه خاله. خاله تو رو خدا فقط یه سفارشی بکن، اینا دست به وسایل ما نزنن. ببینم نگران جهیزی خانومت هستی؟ آره به خدا. مگه من مردم عین شیر بالا سرش وایستادم قربونت برم؟ این حرفا چی میزنی؟ دست درد نکنه خاله. بیا برو نگران نباش. نه مادر برو سلام. زنده باشید. آجیم خیلی سلام برسون. بگو یه خود از تو خونه در بیا بیرون بابا. اینا چیه؟ سلام. سلام. اینجا چه خبره؟ چی؟ معذرت میخوام یه لیوان آب هست خدمتتون به من بدین؟ بله خواهش میکنم. لازم نکرده، از این بعد کارمار داشتی به خودم بگو، با تو هم هستم. کاراتونو فقط به خودم هم میگید، فهمیدی؟ حسین جان چه درس حرف زدن، من میارم براشون. حسین جان و نازنین جان و همه چی تموم شد، اینا همه چی فهمیدن. یعنی چی داری چی میگی الان تو؟ ما فهمیدیم که شما از هم جدا شدین، طلاق گرفتین، خلاص. نه داوود جان، من الان شناسنامه رو دیدم بابا، اصلا هیچ مهری توش نبود. بله. بهشون گفتید اون یکی شناسنامه دو تا مهر خورده؟ گفتی دو تا شناسنامه داری؟ بگو دیگه. چرا اینجوری صحبت میکنی؟ آخه چیزی نشده که. هیچی. داره پرده از واقعیت‌ها برمی‌داره. مثل یه مردی میمونه که بره خونه، بعد خانومش بگه اون ماهو نگاه کن. خانومش دیگه نمیدونه که باید ابری بیاد از کنار مهرت بشه و بعد اون ماه دیده بشه. هوشنگ جان، بقیه‌شو بگو. بله. ما از هم جدا شدیم، طلاق گرفتیم. هوشنگ خیلی آدم مزخرفی هستی. نازی خیلی بی‌معرفتی. مریم ببخشید، شما هنوز یاد نگرفتین تو زندگی شخصی کسی دخالت نکنی؟ دخالت خودم بهش گفتم، خودم بهش گفتم جواب تو بده. آفرین. هوشنگ میاد نگاه کن، اصلا جذبه. تو دفعه بعد میتونی یه وسیله ای هم استفاده کنی برای شکستن. بله پرد میکنی. آره. بله.
سلام هوشنگ خان. بله. ببخشید شما خونه منو با آشغالدونی اشتباه گرفتین؟ چطور مگه؟ عزیز من بیان یه آشغالاتون رو جمع کنین، کارتونا چیه پشت در؟ مال آقا پدرامه. ما رو گرفتی؟ پدرام کیه دیگه؟ بابا خواهرزاده خانم ساکت. پدرام خواهرزاده ساکت؟ بله. یه وانت پر اساس آورد اینجا خالی کرد و رفت. نه. آره. خوب خجالت نمیکشم. روز روشن بدون اجازه من برداشتن اساس آوردن توی خونه. آقا آبرو رو خوردن، حیارم رهن دادن رفته پی کارش. صد بار گفتم خانوم عزیز من حق نداره خارزاده شما پاشونه توی خونه بذاره، ولی کوکوچه جنوا آقای تیز رو با دیوار داری حرف میزنی؟ آه بله. به ساکت میگم بله. ولی گوش نمیده، کار خودش انجام میده. آقا جان اینجا خونه منه، حق منه، اجازه نداره کسی اساس بیاره. چه جوری بگم؟ هیچی آقای تیز رو خون سرد باش، ولی برو به خودش بگو مشکلتو حل کن. حرف میزنی هوشنگ خان؟ اعصاب منو که میبینی؟ من ناراحتم، اگه برم بالا یهو کار دستش میدم. بذار یه کمی اعصابم بشینه ببینم چه خاکی میتونم تو سرم بکنم. خب بشین. اساس آورده. حیاتو ببین، خوشم میاد مثل یه دلاور مرده. تو هم هستی؟ من سوسو هم. سوسو، اوکی. آره. تحت هر شرایطی حرفشو میزنه. تو هم میزنی؟ نه. اوکی. این آرامش قبل از طوفان ها. الان میرن بالا یک دعوایی میشه اصلا تلفاتم میده. پیداش کردم. چیو؟ پیداش کردم هوشنگ. تلفنت کجاست؟ توه. چطور مگه؟ برو یه زنگ بزن اون یارمو رنگیه بیاد اینجا کارش دارم. زود باش. وانتیه؟ آره آره آره. زود باش دیگه. یه کارتون نمیتون دو نفری دیگه. باز سونمو نکن دیگه. ببایی مردن رو زمان رد کن. سلام قربیم، من تو شرکتم. چیه چرا یواش حرف میزنی؟ من همیشه همینجوری حرف میزنم. آره من الان تو جلسه هم هستم، بعدا به زنگ میزنم. میشه؟ آقای دلاور ببخشید اینم لطف کنید بذارین تو ماشین. فقط ببخشید زنی سریعتر خیلی بیدیش بس. خیلی شکر. الو صدا کیه؟ صدایی نبود، من بودم گفتم قربی بیام، همون سوال صحبت همشکلیه، بذارم بعدم به زنگ میزنم. باشه. چی؟ موسیقی کی بود؟ نه عزیزم، چرا تو شکاک شدی؟ تازگی ها میگن شک نکن به هر کسی، اول قادر دردن یه خواهی میدارم، بعدم به زنگ میزنم. ای وای آقای دلاور، شما که هم نرفتیم میدونی خونه چه خبر، کلی از این آتاشخالا ریخته تو خونه. ببری لطفا. خیلی ممنون. سریع. الو همار بگیم، نه من تو جلسم بعدم به زنگ میزنم دیگه. باشه؟ میکشمت دلاور، میکشمت، تیکه تیکت میکنم. حالت خوبه؟ خستگی جسمه این. نه یک دارم مرشه بده تو. خوبه، خوبه، خوبه. بچه ها دستتون درد نکنه. آقا این کلیه به ما بده بریم رفع زحمت کنیم. چشم، نوکرت هم هستم. گفتی چقدر شده؟ چون اون دفعه کم گرفتی دوباره صداد کردم بیان. یه فکری واسه مواد نکردی تو؟ باز گیر دادی به موامون. روشن جان یه 10-15 تومن داری بدی به من؟ فکر نداره، 10-15 تومن پول بده کریه این آقا رو بدم بره. بعدا من باهات حساب میکنم. ببین عزیزم آدرس دقیقه، میبری خالی میکنی تو شب نشده برمیگردی. خیالم راحت بشه. اون دفعه تحقیق دوباره صداد کردم اومدی. حواست جمع باشه. من که من برای خرید خونه گذاشته بودم یه مقداری، گوش بگیرم. خب حالا سویا بگیر، قارچ بگیر، میمیری. نه دیگه میرم به خونه میگم. خب دیگه این چیه؟ من برای چیز بود دیگه، برای خرید چیز بود. بابا بگیر آقا. خریده خونه. ای بابا. آره خونه خرید میخواد چیکار بابا؟ دیگه مجرد شدیم دیگه. فدات شد. آدرس رو بگی که گمش نکنیم. میخواد چیکار بابا؟ پدرام برسد به دست آقای پدرام. سریع خالی میکنی برمیگرد. ابرام برو قربونت برم. بچه ها چرا اینجا نشستی؟
ساکه پشی. آره آره الان سر کله شد. خسرو خان چرا میلر نمیدی بالا ما بریم؟ چی دروازه محبت نیستش که خب. حساب کتاب داره، زنگ بزن استاد تا بگم. خیلی خوب. کجا؟ بزن پیش مگه تلفن عمومیه؟ با مال خودت بزن. عجب آدمی هستی یا؟ عجب نداره. الو آقا هوشنگ، این جلو منو گرفته نمیذاره من برم بیرون، میگه بس من زنگ بزن اینو هماهنگ کنیم از این حرفا دیگه. گوشی گوشی با خوش صحبت کن. الو سلام هوشنگ، حالتون خوبه؟ قبلا اطلاع رسانی شده بود خدمتتون، حالا تفهیم نشده اون دیگه مشکل شماست. حالا مشکل چی هست؟ اجاره عقب افتاده سند. به آقا دلاورم گفتم بهتون بگه. خب شما یکم صبر کنید، من خودم حلش میکنم. من بله، من گفتم حتی گربه هم معو بده کار باشه اینجا نمیتونه رد شه، چه برسه وانت با این همه بار. بله تشریف بیارین تکلیف رو روشن کنیم، ما در خدمتیم. خداحافظ. قربان شما. آقا تیزرو، شما این خسرو رو میشناسید؟ تا پولشو نگیره نمیذاره اون اونجا بره بیرون. حقتونه، حقتون آقا جون. آدم قط بود رفتی در این خسرو خان سند گرفتی. حالا اجاره این سند روزی چقدر؟ مردی که تو خونه با زنش دعواش میشه میزنه بیرون، میره تو ترافیک، گرونی، هزار تا مشکل. خب اینا همه اینا رو قیمت سند تاثیر نمیذاره؟ عزیز من آقای دلاور، من یه سوال کردم، اجاره این سند لعنتی روزی چقدره؟ روزی 100 تومن. خب اینا از 100 تومن این شده چیزی؟ تا اینجای کار درسته؟ پس ما با شما تسویه ایم دیگه. تا این لحظه تسویه، وانت میتونه تشریف ببره. بفرمایید. اینه، به این میگن رفاقت. هوشنگ خان قدر این دلاوره بده. بابا متشکرت، این حرفا چیه؟ آدم برای رفیق حاضره همه چیشو بده، این حرفا رو چی میزنی؟ دمت گرم، به تو میگن رفیق. مردی متشکرت بابا، قربونت برم. مش بس دایی جان مواظب خودت باش. خیلی ممنون. بفرم. اینه، ببین چه فیلم خانم برات گرفتن، حرف نداره. هنرپیشه‌شو می‌شناسی؟ خب همفری بوگارد دیگه. با چی چی؟ همفری بوگارد، همون که تو فیلم کازابلانکا بازی می‌کرد، نامزدمون یه شب تو ما رو برداشت. آره آره میگم، چقدر قیافش آشناست. همفری بوگارده، خیلی باحاله. ولی چیچو فرانکو هم خوب بازی میکنه. خب چیچو فرانکو چه ربطی به این داره آخه؟ آخه اون فیلم‌ها رو من دوست دارم. بله خوب باش گوشه. خانم کارگردان این فیلم هم میشناسی؟ من نه. آقا کارگردانه با حرف نداره. تو از کجا میشناسی؟ یکی دوتا فیلم ازش دیدم. تو هنر پیشه رو نمیشناسی و کارگردان میشناسی؟ حرف میزنه خانم، من با کارگردانه 30 سال رفیقم. خیلی خوب، برو تو فیلم کارت نماشه. چیکار داری؟ خاله نیست، چه میدونم کدوم قبرستون رفته. خانم این بادوم هندی ها رو کجا گذاشتی؟ بابا تو یخچاله، میذاری فیلمو ببینیم؟ باز هرس خور، تو از هنر پیشه بیشتر هرس بخوری. من برم بادوم هندی ها رو بیارم با فیلم میچسبه بخوری. عزیز من حرفا میزنی واسه خودتا. عرض کردم خاله جان شما نیست، وقتی اومد میگم بهت زنگ بزنه. عجب سیریشی هستی. با کی داری صحبت میکنی؟ کی؟ من؟ نه. پا چرا گوشی رو گوشیدم این گوشت؟ شماره دوستم رو گرفتم، میخواستم اینم وصل شده یا نه. شماره واسه چی؟ شما که رفتی تخمه بیرید تو یخچال. هر جفت بده ببینم کی؟ بده من. برای چی؟ بدونم با کی داری صحبت میکنی؟ چی میگه خانم؟ با یک چند دوستان دکتر مهندس سرندی دارم صحبت میکنم. دکتر مهندس سرنتی؟ سرندی. بدش ببینم چی؟ کیه؟ ای بابا. الو
خط رو خط افتاد. جانم خاله جان، گفتی با خاله کار دارم؟ بابا گفتم که خط رو خط افتاده، شاید به یکی دیگه گفته خالمو میخوام. چی؟ بشر نفید یعنی چی؟ مارتا جلو خلاص این بچه رو برداشت انداخت بیرون که چی بشی؟ ها؟ یعنی چی؟ بود گرفتی هم میزنی تو سر من؟ مگه تو همه اجازه گرفتی؟ اصلا به من گفتی اساسو بود؟ مگه باید به شما میگفتم؟ بله سه دنگ این خونه سهم خودمه و دلم می‌خواسته وسایل بچه خواهر زدم بذارم اونجا. سه دنگ نگو خانم، اگه سه دنگ خونه مال شماست سه دنگ دیگه جمع مال منه. ها پس بفرمایید که داری من از خونه بیرونم میکنی؟ بفرمایید. باز دو کلام حرف حساب به خانم زدیم، چشمه جوشان اشک سرازیر شد. من این حرفو نزدم، من میگم پدرام حق نداره بیاد تو این خونه، به شما اجازه نمیدم با آبرو 30 ساله من بازی کنی. آقای تیزرو اینقدر تیز نرو، چطور جناب عالی این اجازه رو داری با آبرو 50 ساله من بازی بکنی؟ ها اون وقت چه شد به 4 تا مرد که میافته صداتو بر من تاب میدی؟ بله که تاب میدم، صدامو میبرم بالا که میبرم، میخوام ببینم چی حرفی میزنی. بعد از این همه سال زندگی برگشته به من میگه خب ببین نداره آقای تیزراله یکم آب بخور خونسرد باش. دارم میخورم دیگه. حال کردم اصلا آقا، من حال کردم. چقدر قشنگ دلاورونه جلوش وایستادید، من حال کردم. آقای دلاور باید وامیستادن، باید بفهمه مرد کیه زن کیه. اصلا بعضی از این زنا فکر میکنن که مردا اسیر رو بردشونن. براو دقیقاً همینه که میگی. اسمن اینه که ما زن گرفتیم، ولی در واقع اونا ما رو گرفتن، افتادن این بختک رو زندگیمون. حسین خان تو اصلا ها بخور به اعصابت. من راضیم، من راحتم. راضی؟ چطور؟ من شما خبر نداری. هیچی بابا، از یه شناسنامه اینا باسش پیش اومده. نازنین رو طلاق دادم و خلاص. باجم نداد، باجم نداد. بله آفرین، خوشم اومد. نازی میشنوی دارن چی میگن؟ بله آقا دیشب داشتم مردان دیگه کنار هم میشینن چی میگن؟ چرندیات. به ما دارن میگن بختک. بله دارن میشنوم. من یه بختکی نشونشون بدم که 100 سال سیاه نشیده باشن، همشون هم از یه کرباس. میشنوی؟ من نمیدونم داوود اونجا نشسته داره چی میگه. طفلکی جوگیر شده دیگه. جوگیر شده؟ یک جوگیری بهش نشون میدم همین الان پامیشم میرم حالی ازش بگیرم. مریم خانه زر انگار در تابستان میاید برف. داوود پاشو بیا ببینم. چی باحال. پاشم بیای ببینی، همینجا همینجوری منو ببین. خانم محترم همینجا بگو، نمیخواد بریم. ببخشید آقای به ظاهر محترم، شما لطف کنین دخالت نکنین. چیه چی میگی؟ داوود پاشو بریم تو اتاق، کارت دارم. ببخشید مریم خانم، فضولیه وا. اگه حرفی دارید خب همینجا بزنید، غریبه بین ما نیست. در ضمن ایشون غیر از حضور وکلاشون با هیچ کسی حق ندارن صحبت کنن. یعنی ایشون الان سه تا وکیل دارن؟ ملاحظه میکنید که البته یک نوع خرد جمعی محسوب میشه. بله بله ببخشید البته آقای خرد جمعی، شما هنوز یاد نگرفتین که تو زندگی شخصی کسی دخالت نکنید؟ چرا اتفاقا خانومم داشت بهم یاد میداد، ولی چنان ادبش کردم که دیگه. ببین زندگی همه ما به هم ربط داره، فهمیدی؟ داوود پاشو، باید کار خصوصی دارم دیگه. بس کن دیگه، کار دارم هیچی معلومه دیگه. اینو نپوش، این حرفو چرا زدی؟ چرا اینقدر پای کامپیوتر میشینی؟ نفس نکش، بکش، خسته شدم میخوام خودم باشم بابا. خب مریم جو، خب شوهرت خسته شد از نفس کشیدن. نازنین خانم ببخشید تو فضولیه، از نفس کشیدن که کسی خسته نمیشه، فکر میکنم از خورده فرماشد شما خانوما خسته شدن. میگم داوود خان حالا یه فرصتی بهشون بده، برو ببین چی کارت داره. لازم نکرده بگی بشین. من میگم خانوما گناه دارن، اگه اجازه بدید یه خورده بهشون رحم کنیم ظریفن. ببین نمیتونی شما دخالت نکنی؟ نه معلومه. برم؟ برو بفرم باش ندیا کم نیاری دو یه دقیقه بیشتر نمونی ها. چیه چیکار داری؟ این چه طرز حرف زدنه؟ من هر جوری که دلم بخواد حرف میزنم، کارتو بگو. جوگیر شدی؟ فکر کردی چه خبره دور برات شلوغ شده؟ هر جوری که دوست داری فکر کن، کارتو بگو. این چرندیات چیه نشستین داری میگین؟ ما چرندیات میگیم؟ مگه ما زنیم که دور هم جمع میشیم چرند پرند بگیم؟ ما دور هم جمع میشیم، ما مردا راجع به سیاست و فرهنگ و هنر و تکنولوژی و اینجور چیزا حرف میزنیم. چیه خیلی عوض شدی؟ من عوض نشدم، من خسته شدم مریم، حالم داره از همه چی به هم میخوره. با پول بابای من رفتی کانادا بهترین خونه رو گرفتی، حالا دو قرتونیمت هم باقیه.
خاک بر سر من کنن که این پول بابای تو منت همیشه روی سر من. اصلا میدونی آها اینو میدونی اینم دیگه سرم نمیذارم، میخوام اینجوری باشم. خلاص شدم، راحت شدم، این کلم داره نفس میکشه. این با تمام حماقتش یه حرفی زد، باید با طلا نوشت، گفت ازدواج کردن زن گرفتن طوق بندگی. آقا جون مریم آقا داوود این چه سر سرت جریانش موها؟ بله آقای تیزرو، کلاگیس بود سرم. من 3 سال کلاگیس میذارم سرم، علی‌رغم میل باطنی مریم مجبورم کرده کلاگیس بذاره سرم، به خاطر اینکه میگه موهات ریخته سفید شده، پیر شدی. خب بابا تو کچلم کردی، تو پیرم کردی، بعد حالا کلاگیس میذاری سرم؟ حالا ناراحت نکن خودتو، میگم یه وقت نره به این یارو مملیه پملیه کیه، به اون نره بگه مململی کیلو چنده. آقای تیزرو من از هیچ کس نمیترسم، به هیچ کسم باج نمیدم. آفرین آفرین، تو یه مردی، تو یه مرد پیدا کن که به زنش باج داده که تو دومیش باشی. کدوم مردی دیدی به زنش، پدر زنش، مادر زنش باج داده باشه؟ ببخشید با کی کار دارید؟ به شما ربطی داره؟ بله همش به من ربط داره، چی نداره؟ هر کی اینجا رد چه بره و بیاد به من مربوطه، برگ چغندر نیستم که. گنجیش کم بخواد اینجا بره اونور بعد از من اجازه بگیره. حالا با کی کار دارید؟ منزل آقا هوشنگ. آقا هوشنگ؟ پس شما خانم جدیدشی ها؟ نه خیلی، من زن همکارشون هستم. آقا دلاور مگه میشناسینش؟ مگه میشه کسی اینجا باشه و من نشناسم؟ وا نشوریشی که چک پیش من داره 350 میلیون تومان. 350 میلیون؟ بدون وا. وا سلام. سلام آقا، یه خواهش دارم 3 دقیقه تشریف بیاریم پایین، کارتون دارم. چیه چی میخوای؟ من همینطوری هم میشنوم. آقا من اینجا امنیت جانی ندارم، همین بیا. آخه خیلی ممنون، یه لطف کنی اون قراری که قبلا راجع به پست مدیریت داشتیم اونو یه فکری به حالم بکنین، ازتون ممنون میشه، دعاگوتونم میشه. خیلی خوب، ببینم چی کار میتونم برات بکنم. من خیلی کار دارم، بزن بالا، باید برم. منزل آقای اهلی کجاست؟ در جهنم. بله؟ بله مأمور برق. بله چرا دروغ میگی؟ الان میفهمی؟ خدا وقتش رسید. حالا کدوم زنگه؟ بله بفرمی. به این دلاور ذلیل شده بگی بیا دم در. ببخشین شما؟ من زنشم، بگو بیا دم در. شادی زنه؟ چون کی بود؟ شادی. خب بود که بود. اینو هستم. بود که بود و هستم. اینو خوب اومد. دیدی؟ به این میگم من. کجاست الان؟ چی؟ انباریتون. انباری که اون بره. اولی کی بود؟ اولی مأمور برق بود. فکر کنم خیلی ترسیده. برو راهنماییش کن. تفلک نزدیک بود سکته کنه. کیه؟ مأمور برق. مأمور برق. مأمور برق. آقای تیز رو مأمور برق. بله ولی چرا اومده تو؟ کنتور دم دره. اه بله خب پاشیم بریم ببینیم چی کار داره. من برم دره بکنم. نه میخواید من برم دره باز کنم؟ پاشو برو ببین چی کار داره. باخ یا بود میزم این چی میکنی؟ من تو آسان رو دارم. نه آقای بمنی، آقای بمنی، آقای بمنی.